پس از, از چندین روز سکوت درباره اعتراضهای سراسری در ایران آقای خاتمی رئیس جمهوری سابق روز سهشنبه به مقام های کشور هشدار داد که از تحقیر مردم خودداری کنند و نمک لای زخم آنها نپاشند او با ابراز تاسف از اینکه گروه های اجتماعی را به خاطر درد و مطالبهشان آشوبگر و اختشاشگر بخوانند اظهار داشت همه دستگاه های حکومتی در ایران باید سهم خود را در قصور و تقصیری که موجب نارضایتی عمومی در کشور شده بپذیرند و فضایی برای بیان مطالبات و خواسته های مردم فراهم بشود. او همچنین نسبت به اینکه ناامیدی مردم از اقدامات و دلخوری از تبلیغات رسمی موجب کاهش امید به آینده مردم می شود هشدار داد که این ناامیدی موجب رو آوردن مردم به رسانه ها و پایگاه هایی می شود که خیرخواه آنها نیستند این اولین واکنش رسمی و شخصی محمد خاتمی پس از اعتراض های سراسری در کشور است واکنش غیر شخصی خاتمی به انتشار بیانیه ی مجمع روحانیون مبارز که وی ریاست آن را با عهده دارد برمیگردد. در این بیانیه گفته شده بود که مردم حق دارند که مطالبات خود را از طریق قانونی بیان کنند اما نباید اجازه داد که عناصر فرصت طلب و آشوبگر از وضعیت سوء استفاده کنند این اظهارات موجب اظهار نظرهای تندی نسبت به خاتمی شد و او را به خاطر معترضان آشوبگر خواندن تظاهر کنندگان مورد انتقاد شدید قرار دادند. به نظر می رسد که اظهار نظر رسمی خاتمی در بیانیه اخیر به نوعی دال بر تبری از بیانیه نهایی مجمع هم هست که احتمالاً برایند خرد جمعی مجمع است نه شخص خاتمی. با کنش های اخیر اصلاح طلبان در خصوص اعتراض های اخیر و تاکید آنها بر ضرورت تفکیک قائل شدن بین اعتراض کننده ها و افرادی که در صدد ایجاد اختشاش و خشونت هستند موجب انتقاد بسیار شدیدی علیه اصلاح طلبان شده است. البته بنا به گفته تحلیلگران برخی از جریان‌های سیاسی برانداز سالهاست که مترصد فرصتی برای برزمین زدن اصلاح طلبان هستند که به عنوان تنها گزینه نرم انتقادی در مقابل حاکمیت رسمی مطرح هستند تحریف آمدانه موزگیری های اصلاح طلبان در مقابل اعتراض های اخیر توسط طرفداران براندازی و حمله خارجی از جمله اقداماتی بود که موجب شد این افراد با انگیزه ترقیب حمله خارجی و همچنین براندازی با قاطعیت پروژه عبور از اصلاحات را پیش ببرند. آقای خامنه ای روز سهشنبه در دیدار با مهمانان شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی مسئله فلسطین را اصلی ترین مسئله جهان اسلام دانست و با بیان این موضوع که غلط زیادی آمریکا درباره قدس به جایی نخواهد رسید اظهار داشت جهان اسلام باید مسائل اساسی خود را با زبان بلند بیان کند و اجازه ندهد که تجربه های تلخ گذشته و تسلط قدرت ها تکرار شود به همچنین با بیان این موضوع که در قضیه فلسطین سه حادثه اشغال سرزمین، تبعید دست جمعی و میلیونی مردم و قتل عام و جنایت بشری اتفاق افتاده است اظهار داشت که نباید تصور کرد که مقاومت در مقابل اسرائیل بیفایده است او گفت مقاومت موجب شده اسرائیل برای محافظت از خود مجبور به دیوار کشی شود وی همچنین اظهار داشت که اتحاد مسلمانان از هر چیزی مهمتر است و اتحاد دنیای اسلامی میتواند زمینه بازشکلگیری یک قدرت بزرگ و اثرگزار بشود جمهوری اسلامی از موقعیت شکننده‌ای در منطقه و حتی بین کشورهای اسلامی برخوردار است و همواره به علت تحریک سایر کشورهای اسلامی به صدور انقلاب و نیز ضدیت با آن دست از کشورهای منطقه که مخالف سیاستهای جمهوری اسلامی هستند مورد انتقاد قرار گرفته است در این حال بسیاری از دشمنی های گسترده بین المللی و به ویژه آمریکا با ایران به علت حمایت ایران از فلسطین و از ضدیت او با دولت اسرائیل است. اظهارات اخیر آقای خامنه ای در خصوص یک پارچه شدن علیه اسرائیل می تواند زمین ساز انتقادها و فشارهای بیشتری علیه ایران باشد. آقای خامنه ای چند سال قبل وعده داده بود که اسرائیل تا 20 سال دیگر نابود خواهد شد از آن موقع به بعد در برخی از میادین و خیابانهای اصلی شهرهای بزرگ در کشور روز شمار نابودی اسرائیل نصب شده است. مجلس ایران بار دیگر با انتقاد از حضور افراد دو تابعیتی در دولت اظهار داشت که 100 نفر از مسئولان کشوری دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. این اولین بار نیست که داشتن گرین کارت به منزله تابعیت دوم تلقی می شود و دارندگان آن مورد انتقاد مجلس قرار می گیرند. سال گذشته مجلس ایران به طرحی رأی داده است که بر اساس آن قرار شده از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت با اشاره به این موضوع که وزارت خارجه نظارتی بر شناسایی این افراد ندارد از اینکه اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارت امور خارجه وجود ندارد انتقاد کرد در این حال وزیر اطلاعات ایران قبلا گفته است که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد در گزارش های مربوط به تحقیق و تفحص درباره دو تابعیتی ها در ایران همچنان تفکیکی بین دو تابعیتی بودن و افراد دارای گرین کارت وجود ندارد و به نظر می رسد که هیئت تحقیق و تفحص و منتقدان دارندگان گرین کارت را هم در ردیف دو تابعیتی ها در نظر می گیرند. در حالی که داشتن گرین کارت به منزله تابعیت دوم نیست و افراد دارنده گرین کارت شهروند کشور مورد نظر تلقی نمی شوند. آقای عباس صالحی وزیر ارشاد ایران طی دستوری به معاون هنری وزارتخانه از او خواسته است که دستورالعمل مربوط به اجرای زنده بانوان نوازنده را در اجراهای ای در شهرستانها به صورت کاملا شفاف تدوین کند وی با تاکید بر اینکه این, که این دستورالعمل که در مرکز بررسی و اجرایی خواهد شد در تمام شهرهای کشور لازم اجرا خواهد بود وی بر اساس این دستور تاکید کرده است که رویه عمومی باید معیار قرار گیرد و اجرای صحنه زنان در شهرستان ها باید در همه شهرها به یک روال ثابت باشد او همچنین با تاکید بر اینکه حضور زنان در روی صحنه کنسرت ارکسترال اشکال ندارد تاکید کرد که برای تکنبازی هم دستورالعملهایی وجود دارد که در همه جای کشور یکسان است این اظهارات وزیر ارشاد در حالی ابراز می شود که محدودیت های زیادی برای اجرای موسیقی زنده و همچنین حضور بانوان در صحنه وجود دارد و در بسیاری از شهرها من جمله مشهد اجرای زنده موسیقی و برگزاری کنسرت موسیقی به کلی ممنوع است و موجب انتقادهای زیادی شده است. پس از ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد که با هدایت آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد صورت گرفت، بسیاری دیگر از شهرها من جمله اصفهان نیز اجرای موسیقی زنده را ممنوع کردند. در این حال پیش از این هم محدودیت هایی برای حضور نوازندگان زن برای حضور در صحنه ایجاد شده است که با مقاومت هایی همراه بوده است. سال گذشته گروه کامکارها به این علت که به نوازندگان زن گروه اجازه حضور در صحنه داده نشده بود از اجرای موسیقی خودداری کردند و در بیانیه ای اعلام کردند که بدون نوازندگان زن گروه حاضر به حضور در صحنه نخواهند شد. به اعتقاد تحلیلگران این دستور بیشتر بازدارنده است تا تسهیل کننده ی حضور بانوان در صحنه نوازندگی و بیشتر با هدف محدود کردن استانهایی صورت میگیرد که در نحوه پوشش و حضور بانوان نوازنده در صحنه مسامحه بیشتری دارند در پی وقوع نارامی های اخیر سراسری در ایران و دستگیری های گسترده و همچنین آسیب رسیدن به تعدادی از بازداشت شده ها در طی روزهای اخیر در کشور برخی از نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شده ها و نگرانی از وقوع کهریزک دوم در کشور خواستار بازدید از اوین شدند که مورد موافقت قرار نگرفت و علی متحری نماینده و نایب رئیس مجلس گفته بود که تلاش نماینده ها برای بازدید به جایی نرسیده است. اما محمد کازمی نایب رئیس کمیسیون غذایی مجلس روز سهشنبه با بیان این موضوع که با بازدید برخی از اعضای کمیسیون از زندان اوین موافقت شده است اظهار داشت که قرار است در این بازدید از محل بازداشت زندانیان جریانات اخیر و همچنین متهمین بازدید و گفتگو صورت بپذیرد. کشته شدن تعدادی از زندانیان در اوین که بنا به گفته ی مسئولین قضایی با خودکشی جان خود را از دست داده اند، های زیادی را ایجاد کرده است. در این حال بی اطلاعی از وضعیت برخی از زندانیان و همچنین انتشار اخباری در خصوص بی اطلاعی از محل نگهداری برخی از زندانی ها های زیادی را ایجاد کرده بود. محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس که از روز نخست دستگیری ها پیگیر وضعیت بازداشت آنهاست روز سهشنبه در یک پیام توییتری اعلام کرده بود که بنا به اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرده طی چند تماس با خانوادهش گفته بوده که مسئولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی که حالشان را بد می کرده است. در همین حال، برخی از نمایندگان با ارسال ای از مسئولان قضایی خواسته بودند که هرچه سریعتر نسبت به آزادی بازداشت شده ها و به خصوص بازداشت شده های دختر اقدام کنند. تا قبل از آزادی، از وضعیت بازداشت برخی از دانشجویان دختر اطلاعی در دست نبود. معمولاً بازداشت شده های دختر در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند، برخی از اخبار حاکی از این است که همه دانشجویان به غیر از دو نفر تا کنون آزاد شدند اما از وضعیت سایر بازداشتی ها اطلاعات روشنی در دست نیست به نظر نمی رسد که نمایندگان مجلس هم طی بازدید از زندان بتوانند برای بهبود شرایط زندانیان و همچنین تعیین وضعیت زندانیان اقدام روشنی انجام دهند وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن پرداخت نیمی از کمک 125 میلیون دلاری سالیانه خود به سازمان ملل متحد برای کمک به فلسطینی ها را متوقف کرده است. هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت برای اینکه نهادهای اساسی مانند مدارس و بیمارستان با کمبود بودجه مواجه نشوند 60 میلیون دلار از کمک های مالی پرداخت می شود پس از آنکه تشکیلات فلسطینی اعلام کرد دیگر ایالات متحده را شریکی برای مذاکرات صلح نمیداند آقای ترامپ در پیام توییتری خود نوشت کشورش سالانه میلیون ها دلار به فلسطینی ها می پردازد اما هیچگاه قدردانی و احترامی دریافت نمی کند. ایالات متحده بزرگترین اعطا کننده کمک های مالی بلاعوض به فلسطینیان است. این کمک ها در سال 2016 میلادی حدود 370 میلیون دلار بود. نشست کشورهای حامی کره جنوبی با هدف یافتن راههای بهتر اعمال تحریم ها علیه کره شمالی در ونکوور کانادا برگزار شد. رکس سیلرسون وزیر خارجه آمریکا در این رابطه گفت: باید هزینه ها را برای رژیم کره شمالی بابت ادامه برنامه هسته‌ای تا جایی بالا ببریم که حاضر شود به پای میز مذاکره بیاید. ریک تیلرسون با تاکید بر غیر قابل قبول بودن تبدیل کره شمالی به یک قدرت اتمی هشدار داد که در صورتی که آن کشور به مذاکره برای خلع سلاح اتمی تندر ندهد احتمال واکنش نظامی را نباید نادیده بگیرد. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت که تهدید کره شمالی در منطقه و جهان رو به افزایش است و هشدار داد که اگر حکومت کره شمالی راه تعامل، گفتگو و مذاکره را در پیش نگیرد، ممکن است باعث به جریان افتادن گزینه دیگری شود. تیلرسون افزود در نهایت بهترین گزینه برای کره شمالی انتخاب مذاکره برای حل بحران کانونیست. استیون بنن استراتژیست ارشد سابق دانلد ترامپ برای شهادت دادن در مورد نقش روسیه در انتخابات روز گذشته در مقابل یک هیئت تحقیق کنگره حاضر شد همچنین به نوشته رویترز استیو بنن برای شهادت دادن در حضور اعضای هیئت منصفه در خصوص نقش احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 به دادگاه احضار شد احضار آقای بنن از سوی رابرت مولر رئیس سابق اف بی آی انجام شده که سرپرستی تحقیقات در مورد تبانی احتمالی اعضایی از تیم انتخاباتی دانلد ترامپ با روسیه در آن انتخابات را بر عهده دارد. آقای مولر از سوی وزارت دادگستری آمریکا به عنوان بازرس ویژه برای تحقیق در مورد این پرونده منصوب شده است. سناتور دیک دوربین دموکرات که هفته گذشته اعلام کرد که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هنگام صحبت در کشورهای هایتی، السالوادور و برخی کشورهای آفریقایی به طور مکرر از واژه چاه مستراح استفاده کرد، از علیه که انتقاد شدید و کوبنده سران و مقامات بلند پایه بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی را در پیداشت، اکنون در مساحبه ای با CNN می گوید، سناتور گراهام هم آنجا بود و سخنان ترامپ هم عصبانی بود و در کنار ترامپ نشسته بود و مطالبی در پاسخ سخنان ترامپ مطرح کرد و من برایم قابل احترام است که وی از حزب خود رئیس جمهوری، این نقد را مطرح کرد اما در واکنش به موج انتقادات رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعتراف به کاربرد زبان و بیان نچندان پسندیده در خصوص این کشورها کاربرد این واژه شنی و نجات پرستانه را انکار کرد به گزارش رویترز روزنامه نیویورک تایمز نوشت که تمام ارتش، افسران و نیروهای آمریکایی به صورت مسکوت در حال آماده سازی برای جنگ احتمالی هستند. این روزنامه با اشاره به تمرین های نظامی ارتش آمریکا در ماه گذشته افسود ماه آینده در مراکز نظامی سراسر آمریکا بیش از هزار سرباز تمرین های نظامی خواهند داشت تا بیاموزند که چطور مراکزی را برپا کنند تا از این طریق نیروهای ارتش را به سرعت به خارج از مرز انتقال دهند. پنتاگون همچنین قصد دارد تا در شروع ماه آینده مصادف با المپیک زمستانی در شهر پیونگ چانگ در کره جنوبی نیروهای بیشتری برای عملیات ویژه به شبه جزیره کره ارسال کند. برخی از مقامات گفتند که این گام ابتدایی برای شکلگیری نیروها در شبه جزیره کره همانند استقرار نیروها برای مبارزه در سوریه و عراق است اما برخی دیگر نیز اظهار داشتند که این برنامه برای مبارزه با اقدامات تروریستی در این بازی هاست. پنتاگون هفته گذشته اعلام کرد که سه بمب افکن بی و خدمه آن از پایگاه میسوری به گوام اعزام شدند. این اقدامات ظاهرا بخشی از تمرین های نظامی معمول وزارت دفاع آمریکا می باشد. اما قلم رو و محدوده زمانی این تمرین ها نشان از تمرکز بر روی آماده سازی ارتش برای اتفاقات احتمالی در کره شمالی دارد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا هر دو دیپلماسی را برای تهدیدات هسته‌ای کره پیشنهاد کردند. متیس در ماه آگوست گفت که جنگ با کره شمالی تبدیل به یک فاجعه می شود. چندین مقام سابق و فعلی پنتاگون و فرماندهان ارشد گفتند که تمرینات نظامی به طور گسترده به دستور جیمز متیز برای آمادگی در برابر هر گونه اقدام نظامی کره شمالی است. هفته گذشته دیپلمات‌های دو کره برای اولین بار در دو سال اخیر با هم دیدار کردند. آمریکا و کانادا روز سهشنبه میزبان نشست وزیران خارجه برخی کشورها در ونکوور هستند. کشورهای حاضر در این نشست حامی اقدامات سازمان ملل برای عقب راندن نیروهای مهاجم کره شمالی به کره جنوبی در سال 1950 بودند. این وزیران به دنبال پیشبرد ابتکار دیپلماتیک ارائه شده توسط رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هستند. ارتش کلمبیا اعلام کرد ده نفر به دنبال سقوط یک بالگرد نظامی در این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، این بالگرد نظامی روز گذشته در یک منطقه در شمال غرب کلمبیا سرنگون شد. بر اساس اعلام ارتش کلمبیا این بالگرد ساخت روسیه شش مسافر و چهار خدمه داشت که همه آنها به دنبال سرنگون شدن کشته شدند. مقامات کلمبیا پیشتر آمار تلفات این سانحه هوایی را هفت نفر و افراد مفقود شده را سه نفر اعلام کرده بودند اما پس از جستجوی امدادگران اجساد تمامی ده سرنشین کشف شد خوان مانوئل سانتوز رئیس جمهوری کلمبیا با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد این بالگرد در منطقه ای سقوط کرد که پیش از این توسط قاچاقچیان مواد مخدر و شبه نظامیان ارتش آزادی بخش کلمبیا مورد استفاده قرار می گرفت اما هنوز مشخص نیست که آیا این بالگرد هدف قرار گرفته و یا نقص فنی باعث سقوطش شده است مولو چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در نشست ثبات و امنیت شبه جزیره کره در ونکوور کانادا حضور دارد پس از دیدار با ریک تیلرسون همتای آمریکایی خود در مصاحبه با خبرنگاران گفت اگر آمریکا بخواهد نیروی نظامی در شمال سوریه ایجاد کند این موضوع آسیب جدی جبران ناپذیری به روابط دو کشور خواهد زد چاوشوغلو گفته است حمایت ایالات متحده از تروریست های یپی در سوریه و عدم استرداد فتولاه گلن آسیب جدی به روابط دو کشور خواهد زد. گوید در این دیدار آقای تیلرسون به مولود چاوشوغلو گفته است که به خبرهای روزنامه ها توجه نکنید و به نوعی به همتای ترک خود در این زمینه دلداری داده است اما چاوشوغلو هم در واقع قانع نشده و در پاسخ با آقای تیلرسون گفته است این خبرها صرفا متعلق به روزنامه ها نیست و برخی فرماندهان آمریکایی هم آن را بیان کردند. او گفت ما نمیخواهیم روابط دو کشور به آن نقطه برسد اما اگر این گونه باشد مسلما بدون پاسخ نخواهد ماند. چاوشوغلو همچنین بعد از دیدار با وزیر خارجه امریکا به خبرنگاران گفته است اقدامات ما علیه گروه تروریستی یپگ به افرین محدود نخواهد شد و شامل منبج و شرق فراد نیز خواهد بود. از آن سو سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفته است نگرانی های ترکیه در مورد تشکیل نیروهای امنیت مرزی در سوریه را درک می کنیم و در این خصوص با مقامات ترکی در حال رایزنی هستیم در ادامه این نگرانی ها هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ینس استلومبرگ دبیر کل ناتو درباره تحولات اخیر سوریه و تحرکات گروه یپگ در شمال سوریه گفته تلفنی داشته است. اردوغان به استولنبرگ گفته است چنین اقدامی به یک پارچگی و ثبات سوریه کمک نخواهد کرد. او گفت نمیتوانیم همکاری برخی متحدان با گروه های تروریستی را درک کنیم. در مقابل دبیر کل ناتو هم بردغان گفته است که درباره تشکیل نیروی امنیت مرزی در شمال سوریه با آنها مشورت نشده است. اما روزنامه یعنی شفق ترکیه مدعی است که امریکا دست از حمایت نیروهای کرد یپگ برداشته است یعنی شفق این رسانه نزدیک به دولت ترکیه نوشته است آمریکا در افرین پیده را فروخ روزنامه خبر ترک هم از قول اردوغان نوشته با ترامپ در این باره تماس نمیگیرم حریت هم در این باره از قول اردوغان نوشته تا زمانی که ترامپ تماس نگیرد حرفی با او ندارم اما در داخل ترکیه بحث ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 در این کشور بالا گرفته شرکت نظرسنجی سونار در آخرین نظرسنجی خود اعلام کرده است که رجب طیب برلغان تنها 46 درصد از آرای ریاست جمهوری را در حال حاضر به خود اختصاص میدهد.